ببخشید یه دفعه قطع کردم، چون یکی از این کارکنان دانشگاه اومد که نگاهی بکنه به این کارهای هنری که البته همینجوری که میبینید معلوم نیست رو این ویدیو قشنگ میتونید ببینید یا نه. اینا عکس ها و نقاشی های از محاول ها. منم محاول ها بهتون گفتم، من دیگه لغت سرخ پوستو نمیخوام استفاده بکنم و مهاجرین اول، چون اولین مهاجرانی بودن که اومدن این قاره آمریکا، جوری که مورخ ها و اینا میگن 20 تا 12 هزار سال پیش. خلاصه ایشون اومدن یه نگاهی بکنن و هم دیگه یه گپ کوچولویی زدیم و گفتم که من چقدر خوشحالم که محاولا اینجا بودن و اون طرز زندگی که دارن، طوری که به طبیعت نگاه میکنن، چقدر خوب و فرق داره با این طوری که ما طبیعت رو استفاده میکنیم و نگاه میکنیم یا سوء استفاده در حقیقت میکنیم. در هر حال ببخشید نمیخواستم مقاله وسط مقالای فدرالیست، سعی کردم نظر خودم توی چی ندم، فقط همینجوری بخونم و بهتون بگم. برگردیم، گفتیم که داشتم میگفتم که مقالای فدرالیست خب بیشتر در جواب به انتی فدرالیست ها دیگه، اونایی که مقاله می نوشتند و ایراد از این قانون اساسی که از کنوانسیون فیلادلفیا اومده بود بیرون می کردن. خب حالا همیلتون هم در این مقاله 56-61 میگه این ایرادایی رو که میگیرید بی خودیه، چون شرایط طوریه که دولت فدرال دیکته نمیتونه بکنه و حق رأی رو از شما بگیره، چون تو این بند یک قسمت چهارم ماده اول قانون اساسی درسته که میگه حرف آخر رو دولت فدرال میزنه که چه زمانی و کجا و چه شرایطی باشه که برای انتخابات، ولی این کار کردن که اگه یه وقتی یه برنامه امرجنسی پیش اومد، خب چیز غیر مترقبه که یه دفعه دیدی یکی دوتا ایالت رو از یه جایی بهش هجوم آوردن یا یه آشوب و فتنهی به پا خواست بین یکی دوتا ایالت و کسانی خواستند که روز انتخابات یا مکان محل انتخابات بیان و قلدربازی در بیارن و انتخابات رو از هم بپاشن، اون وقته که دولت فدرال حق داره که بیاد و با این مسئله برخورد بکنه و در سردب بده، جلوی پر روها واسته و نذاره اینا انتخابات مملکت رو به هم بریزن. بعد حالا بذاری اصلا بخونم چند خط از این مقاله رو. We have seen that an uncontrollable power over the elections for the federal government could not without hazard be committed to the state legislatures. Let us now see what would be the dangers on the other side, that is from confiding the ultimate right of regulating its own elections to the union itself. It is not pretended that this right would ever be used for the exclusion of any state from its share in the representation. The interest of all would in this respect at least be the security of all. خب این مقاله در حقیقت یه مقداری آدم بخواد جمله به جمله و اینا ترجمهش بکنه یه ذره تکرار مکررات میشه، پس من سعی میکنم چند تا این جمله هاشو بخونم، ولی
لوپ مطلب رو بهتون بگم، که همون لوپ مطلب همون ادامه، یعنی تقریبا شبیه به همون حرفایی که تو مقاله 59 زدیم. خب پاراگراف دوم میگه the improbability of the attempt may be satisfactorily inferred from this single reflection that it could never be made without causing an immediate revolt of the great body of the people headed and directed by the state governments. پس میگه اگه یه وقتی دولت فدرال، شما که به ما شک میکنید و مقاله مینویسید که چجور ممکنه حرف آخر دولت فدرال بزنه، تو این جمله که الان براتون خوندم میگه اگه یه وقتی هم دولت فدرال خواستش یه کار غیرقانونی بکنه و پاشو از گلیمش بیرون بذاره، مردم آمریکا مردم آزاده این و اینا پا میشن با رهبری ایالت خودشون بر علیه دولت فدرال وامیستن، فدرال رو سرکوب میکنن. و همش هم ببینید تو این مقاله ها میخونید که اینا یاد گرفتن که برای اینکه این قانون اساسی، قانون اساسی رو مردم قبول بکنن، ای چپ و راست بگن که مردمن که سرچشمه حق و حقوق مان، دولت نیست، دولت به شما حق نمیده، مردمن که میان این حق رو به دولت میدن که دولت برای مردم کار بکنه. کشور استبدادی نیستش که مثلا طرف دولتت بیاد بگه که فقط این یه دو فقره کار رو حق دارید بکنید، باقی رو غلط میکنید. برعکس میگه مردم هن که اینجا میگن ما ایم که سرچشمه حقیم، ما ایم که این دولت رو بنا میکنیم و ما میتونیم این دولت رو هر وقتی خواستیم سرکوب بکنیم. پس این فدرالیست هایی برمیگردن این حرف رو میزنن که میگن پس گول این انتی فدرالیست ها رو نخورید که این مقاله می نویسن و ایراد از ما میگیرن، ایرادای یا پوچ یا ایرادایی که بالاخره با یه غریزه منفی، چون شما نگاه بکنید به این قانون اساسی که ما نوشتیم، ما همش میخواییم که حقوق شما رو حفظ بکنیم و آینده شما رو بهتر بکنیم. خب حالا قسمت بعد ادامه میدیم.